درود بر شما، امیدوار هستم حالتون خوب باشه و فرصت تماشای گزارشگران امروز عصر به وقت لس آنجلس رو داشته باشید. قبل از اینکه در خدمت دوست و همکار بسیار عزیزم داریوش زهاب این برنامه رو بخش اصلیش رو در واقع پی بگیریم، اجازه میخوام به خاطر تماس های شما و اظهار عدم رضایت شما از ساعات این برنامه به خصوص در اروپا و ایران و همچنین غرب امریکا، همین کالیفرنیایی که ما هستیم، چند نکته رو خدمتون مذکر بشم. زمانی که من و داریوش زهاب تصمیم گرفتیم که با هم کار بکنیم، داریوش خب میدانید که هر شب برنامه داشت، بنده هم هفته دو شب هر کدوم به مدت یک ساعت و نیم برنامه داشتیم. آمدیم با هم کار کنیم که برنامه پربارتر، قویتر، پرمحتواتر، ورزشیتر و عامتر هر روز خدمت شما ارائه بکنیم، از دوشنبه تا جمعه. و با تلویزیون های مختلف هم که صحبت کردیم همین بحث بود. در اینجا هم قرارمون بر این بود، منتها قرار بر این بود که به محض اینکه این شرایط آماده بشود، یعنی اینکه خب به اصطلاح جایگزین کردن و جابجایی برنامه ها و یک برنامه ای رو هر روز در یک ساعت مشخص داشتن و در یک ساعت مشخص تکرارش شاید کار قطعا کار آسانی نیستش، اما مدت های زیادی از این قضیه گذشت. ما دو راه داشتیم، یا اینکه به آن ساعاتی که هست و به اون تعداد روزهایی که هست فعلا به خاطر در خدمت شما بودن و به خاطر بررسی مسائل برنامه ها رو شروع بکنیم و به این امید که برابر قولی که داده شده بعد از سالگرد تلویزیون پارس به ساعت مناسب تری و برنامه های روزانه و مستمری دست پیدا بکنیم، یا اینکه نه صبر کنیم تا اون روز. به خاطر اینکه واقعا سال 2014 و حالا که البته 2013 هستیم هنوز کلی ورزش توشه، مسابقات جهانی بود، کشتی ها بود، لیگ ایران هست، لیگ های اروپایی هست، رشته های مختلف هست، تنیس ها هست، هر چیزی، و به خصوص با تغییراتی که دولت در ایران صورت گرفت، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ورزش خودشو بیش از پیش نشان میده. بحث فساد در فوتبال، چه میدونم پول نداشتن فدراسیون کشتی، خوابیدن بچه ها در هتل های درجه چند در مغولستان و و و و. نهایتا با داریوش که بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که آنچه که هست رو فعلا غنیمت بشماریم، حداقل میتوانیم با شما صحبت بکنیم به این امید که به هر حال طبق قول قراری که انجام شده است ساعت مناسب تری به ما داده بشه و هر روز هم باشه، چون ما هر روز آماده اجرای برنامه هستیم. این توضیح مختصر رو دادم به این علت که به هر حال شما نظریاتی داشتید، منعکس کردید روی فیسبوک با از طریق ایمیل و حق هم دارید که ساعت مناسب تری رو طلب بکنید. اگر اجازه بدید ما بیشتر سعی کنیم به کارمون برسیم. شما اگر نظریاتی دارید در این خصوص و با حرفهای من موافق هستید، شما میتونید پارتی بازی خوبی برای ما بکنید، نظریاتتون رو به تلویزیون پارس منعکس کنید. ممنون میشم. سلام داریوش جان. درود بر شما آقای وارث، درود بر همه بینندگان عزیز، امیدوارم خوب باشید. بنده هم چند کلمه به این فرمایشات شما اضافه میکنم، ضمن اینکه تایید میکنم تمام فرمایشات شما رو. مسئله اصلی این استش که ما صحبت کردیم با مدیریت تلویزیون پارس که فعلا ایدئال زمانی که ما میتونیم داشته باشیم برای برنامه پخش زنده این برنامه 7:30 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکاست. اینو با تجربه چند ساله میگیم. در ضمن توجه داشته باشید که ما با 4 تایم زون مختلف روبرو هستیم و این بسیار بسیار هم برای ما و هم برای تلویزیون کار رو مشکل میکنه. اما تجربه داشتم من در عرض 10-12 سال که مداوم برنامه داشتم، 7:30 ساعت خوبیه. به خاطر اینو عرض میکنم که ما باید در درجه اول وفادار باشیم به ایرانیان مقیم لس آنجلس و غرب آمریکا، به خاطری که
خانه این برنامه در این منطقه جغرافیایی جهان هست. یعنی ما نمیتونیم از خانه خودمون به قول معروف بگیریم بدیم به جای دیگر. همه شما برای ما عزیز هستید در تمام مناطق دنیا، اما این برنامه در لس آنجلس تهیه و پخش میشه و پخش زندهش باید مناسب حال اهالی لس آنجلس و غرب آمریکا باشه. من به شما قول میدم تعداد زیادی از بینندگان ما الان در ترافیک فریوه‌های اطراف لس آنجلس گرفتارند و یا سان فرانسیسکو. این هستش که ما با توجه به این مسائل ساعت رو میذاریم 7:30، شاید در تکرارها بتونیم از تلویزیون ساعت بهتری بگیریم که در زون‌های مختلف جغرافیایی بشه این رو برنامه ما رو تماشا کرد. پس بنابراین تا 2 هفته دیگر برنامه و همین منوال خواهد بود، 3 روز در هفته از چهارشنبه تا جمعه و از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. و به ما وعده داده شده و این بار گفتن که قطعیه که بعد از این براسمی که بر پا میشه و عرض کنم که این دوره برنامه هایی که به خاطر سالگرد تلویزیون و همیاری مردم تشکیل میشه، بعد از اون ما میریم به ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و 7 بامداد لس آنجلس در روز بعدم تکرار میشه. این خواستم خدمتتون عرض کنم. یک اشاره خیلی کوتاه چون وقت کارهای اصلی برنامه گرفته نشه، اینم انجام بدم خدمتتون که به زودی کلیه برنامه های ما بچه‌ها دوستان دارن روش کار میکنن در سایت گزارشگران.com به صورت لایو انجام میشود، به صورت آرشیو گذاشته میشود. حتی اگر برنامه‌ای باشد که ما وقتمون کوتاه باشد، ادامش رو یعنی همزمان روی سایت هم میبینید، اما ادامه برنامه رو که دیگه تلویزیون ساعتی نداره که اکستند کنه اضافه بکنه به ما بده، ادامهش رو بر روی سایت میبینید. به هر حال امیدوار هستم که با همکاری هم شما عزیزان، هم تلویزیون و هم به هر حال خدا قوت به همکاران دیگر، بتوانیم در ساعت مورد نظر شما، از اون مهمتر برنامه مورد نظر شما رو تقدیم حضورتون بکنیم. آقای وارسته، میگم همین راجع به سایت شما صحبت کردید، دوستان بدونن که برنامه ما از 1 ساعت طولانی تر میشه در طول شبانه روز، شبهایی که برنامه داریم. یعنی یک وقت اضافه هم در سایت گزارشگران.com ما به بحثامون و گزارشامون ادامه میدیم. من دوست دارم همینجا به مجید بگم که اسم اونو بذاریم اکسترا تایم. چطوره اون سگمنت رو درس بر نمیذاری ولی بس به یاد اکسترا چرا نه وقت اضافه است دیگه، حتما میگذاری و حتما. حتی حالا من نمیخوام جلو این، اگر انشالله همکاری ها زیاد بشود، اگر دوستان توجه بکنن، به هر حال کمک های مالی معنوی اینا تا حد امکانات همه ما باشند، سایت حتی مسابقات رو ما تصمیم داریم که مستقیم روی سایت پخش بکنیم. نه. با گزارش داریوش، گاهی با گزارش من و خدمت شما عرض کنم بین نیمه ها بحث کنیم. به هر حال امیدوار هستم که اینها چی میگن آرزوی جوانی نباشه و بتوانیم این خدمت رو انجام بدیم و اگر خدمت خوبی بود شما ازش بهره مند بشید. خب آقای وارس، امروز میتونست یه روز خوبی باشه برای فوتبال ایران، چون یکی از تیم‌های باشگاهی ما استقلال تهران به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده بود. بازی رفت رو 2-0 به تیم اف سی سول کره جنوبی باخته بود و آمده بود در برابر نزدیک به 60,000 تماشاگر از اون باخت یک پیروزی بسازه و با نتیجه در مجموع بهتر تیم اف سی سول رو حذف بکنه و ما به دور نهایی این مسابقات راه پیدا کنیم. قبلا بگم این 60,000 از کجا آوردی؟ منم هم مثل اونا همینطوری من هر وقت اونا میگن 70,000 تا، من 10,000 تا ازش کم میکنم. من این قرار رو با خودم گذاشتم. حالا یه داستانی با مزه‌ای دارم بعدم براتون. دکتر ملک اسماعیلی که یادتونه در مؤسسالی حسابداری، بله بله، ایشون میگفتش که میرن سرشماری میکنن، میگن جمعیت ایران 28,352,912 نفره. میگی آخه نالوتی، این 12 نفر آخرش تو دیگه چطوری شمردی؟ میگی اگه حرف من قبول نداری خودت برو بشمار. این هم همونه دیگه، شما حرف ما رو قبول نداری خودت بخواستی بشمار. ولی میتونست امروز روز خوبی باشه که متاسفانه نشد. متاسفانه نشد، استقلال کم آورد. حالا راجع به بازی با آقای وارث گفتگو خواهیم کرد. فکر میکنم که تصاویری از این بازی رو ببینید و ما برمیگردیم خدمتتون با تفسیر بازی. خواهش می‌کنم. بعد این لحظه با سوت آقای الغم یربستانی بازی آغاز میشه. برای استقرارازی موفقیت میکنیم. با تکنه کره توپو در اختیار دارن. اگه ما رو پاش رفته. باز هم عمرانزاده
با پای راست پاس بلند برای فرهاد مجیدی، کاپیتان فرهاد توپو گرفته، یه بازیکن مقابل خودش داره، پاس به عقب، ضربه بازیکن استقلال و حالا فشار داره زیاد میشه از همین ثانیه اول. سیاوش اکبرپور دیگه باسن داور آوانتاژ میده، کره ها حمله میکنن، جمیانوبی سمت راست بازیکن استقلال جاده پدران کار میکنن، حالا بازیکن شماره 21 از راست توپ جلو میاره، سانتری دروازه به اونجا کسی نیست، از این توپ بیگزاده، توپ گیری عالی، جمشیدیان، مجیدی پاس پیش میدن تو آفساید، حالا بیرون میاد فرهاد مجیدی، توپم به فرهاد مجیدی میرسه، خسروی داریم به تو زده، مجیدی سر توپ میزنه، یه بازیکن رو مقابل داره، یه سانتری دروازه داخل محوطه جریمه، بازیکن استقلال میکنن، یه بغل بابا توپ گل نشد، وای که توپ گل نشد، ضربه جمشیدیان به بیرون رفت، مصدومیتش برطرف شده به حالا با انگیزه. خب آقای وارس، این بازی خب استقلال نیازی به دو تا گل داشت. اولا من تعجب کردم چرا با تک فوروارد بازی کرد. البته ظاهر قضیه نشون میداد که در غیاب نکونام و تیموریان، سیاوش اکبرپور پشت فرهاد مجیدی بازی میکنه. فرهاد مجیدی تک فوروارد بود و من در طول هفتم توصیه کرده بودم به آقای قلعه‌نویی، یا نظرم بود که استقلال بهتره اون اول طوفانی آغاز کنه و 20 دقیقه اول رو بکوبه. ولی چیز جالبی که من دیدم، پرسینگ تیم کره، تیم اف سی سئول بود در جلو و این مجال رو به تیم استقلال نداد که خودش رو باز کنه. معذالک ما صحنه‌های جالبی رو در ابتدای بازی داشتیم، خطراتی ایجاد شد از طرف هر دو تیم. یکی از چیزهایی که بیش از پیش آقای زها من بازی رو که نگاه می‌کردم جلب نظرم رو کرد این بود که شما کمتر پیدا می‌کنید یا کمتر دیدید، حالا پیدا می‌کنید چی پیدا می‌کنید، کمتر دیدید که یک تیمی دو هیچ جلو باشه و بیاد در مقابل 60 70 هزار نفر بخواد بازی بکنه، یه بازی سخت رو، و اصلا عقب نکشه. بله، یعنی به نظر من استقلال فکر میکرد که تیم کره عقب خواهد کشید، لایه‌های دفاعیش رو اضافه خواهد کرد. این تیم کره‌ای که ما در نیمه اول دیدیم به همون اندازه که استقلال اشتها نشون میداد برای گل زدن، اونام نشون میدادن. دقیقاً. و این به نظر من بسیار به تیم کره‌ای کمک کرد، چون به نظر میرسید که آنها میدونند که اواخر این بازی با توجه به مسافرتی که داشتن، با توجه به تغییرات آب و هوایی، با توجه به جو استادیوم و همون جور هم که اتفاق افتاد، تیم کره 10-12 دقیقه آخر یه مقداری کم آورد. منتها پنالتی رو که زدن، یعنی اگه اون پنالتی رو نزده بود تیم کره، شاید احتمال این بود که حداقل استقلال یه گل دیگه هم بزنه. و جلو بره. منتها اون پنالتی دیگه در واقع میخ آخر بود که زده شد و استقلال احساس کرد که نمیبره. و این به نظر من زیرکی مربی کره بود که این تیم رو به هیچ وجه دفاعی نچید و توی زمین مستقر نکرد. و طرف راست این تیم به خصوص، بله، جایی که بکزاده ما در جناح چپ استقلال بازی میکرد، من در طول نیمه اول شاید بیش از 10 بار اون گوشه، همون گوشه‌ای که الان بینندگان عزیز، درست گوشه روبرویی ما، این تیم کره صاحب توپ شد و دفاع ما رو جا گذاشت و توپ فرستاد. اما از حق نگذریم استقلال به خصوص با نبودن نکونام و تیموریان، خط هافبک پرنشاط و دونده و به اعتقاد من سرعت این خط هافبک به مراتب بیشتر از روزایی بود که نکونام و تیموریان بازی میکردن، که این میتونه حتی برای آقای کیروش هم یک نکته ای درش باشه که الزاماً بازیکنان با تجربه تر و فیکس تیم ملی دلیلی نداره که حتماً در سال 2014 که جام جهانی هست اینا رو بگذاره. من سرعت خط هافبک استقلال رو خیلی لذت بردم. دقیقاً، حرکت توپ سریع‌تر بود، نشاطش به قول شما بیشتر بود. ولی یه چیزی رو من به شما بگم، این شیوه بازی تیم اف سی سئول
برایند این اطمینان و اعتماد به نفس سرمربی به بازیکنان این تیم به تیم خودشون بود، چرا که اصلا اینها مشخص بود که تیم خودشون رو کمتر از تیم استقلال حتی در خانه استقلال نمیدونن و میدونستن که با چه تیمی دارن بازی میکنن، تمام راه‌های نفوذ رو میشناختن و این بازی به نظر من یه کمی از کل بازی رو عرض میکنم بهتر از بازی رفت بهتر بود و من باید حقو گفت دیگه، نباید آدم باید انصاف داشته باشه. به نظر من استقلال خیلی خوب بازی کرد، استقلال فراتر از سطح فوتبال ایران بازی کرد در این بازی، ولی توان شکست دادن این تیم رو نداشت، چرا که تیم افسی سول بهتر از استقلال بود و به هر حال باشگاه‌ها امروز درسته که اسمشون اسم کشورها هست، ولی خب اینا بازیکنانی رو از کشورهای دیگه میگیرن. این انتخاب‌ها خیلی مهمه، چه نوع بازیکنی رو شما به تیمتون بیارید که این سازمان، این انستیتوشن که ما بهش میگیم افسی سول، به این ور میگیم استقلال، پرسپولیس، نمیدونم فلان، اینا دیگه تیم‌های ملی کشور نیستن. ما مثلا نگاه می‌کنیم بازیکن کره‌ای توش هست، ولی خب آقای دژان دمیانوویچ هم توش بازی میکنه که واقعا کلافه کرده بود مثل بازی اول خط دفاع تیم استقلال رو. ببینید امروز همونجوری که گفتید میتونست روز خیلی خوبی برای فوتبال ایران باشه از نظر نتیجه، از نظر اینکه یه تیم باشگاهی به فینال جام باشگاه آسیا برسه، هرچند که اگر استقلال رسیده بود اون تیم مقابل گوانجو چهار تا به همین داره گل میزنه. بله بله بل. و در نیمه نهایی آدم یه تیمی از ژاپن رو در مجموع 8-1 ببره، این قصه خیلی نشون میده که این تیم خیلی کارش درسته. حالا مربیشو که ما حداقل بهتر از بقیه مربی ها میشناسیم که میدانیم که کارش درست هست، اما این یه بار دیگه به ما نشان میدهد که فوتبال باشگاهی ما، مثلا الان استقلال آقای زاب چند تا بازی نکرده در لیگ. این مسئله جالبیه، داشتیم راجع به آرسنال من و شما صحبت میکردیم، به عنوان مثال میخوایم آرسنال رو با استقلال مقایسه کنیم. آرسنال از 17 آگست که دقیقا میشه 44 روز، در عرض 44-45 روز 11 تا بازی کرده، یعنی به طور متوسط هر 4 روز بازی کرده و هیچ کدوم از بازی های لیگش یا لیگ حذفی انگلیس که کپیتال وان کاپ باشه یا لیگ قهرمانان که 2 بازی مقدماتی کرد تا به بازی های گروهی را پیدا کنه و الان 2 هم بازی در بازی های گروهی انجام داده، هیچ کدوم از اینا نه کنسل شد، نه پستپون شد، نه به تعویق افتاد. بنابراین تیم هایی رو که در اروپا دارن با این شیوه و سیستم در لیگ های اروپایی و در لیگ های خودشون که متعدد هم هست بازی می کنند، طوری بسته شدن این تیم ها که دوام بیارن برای یک فصل کامل که هر 4-5 روز یه بازی بکنه. اما میرسیم به استقلال. استقلال 2 بازی 1/4 نهایی و 2 بازی نیمه نهاییش باعث شده که 3 بازی لیگش عقب بیفته. خب اولا در دنباله راه من فکر کنم استقلال از این مسئله در لیگ ضرر خواهد کرد، چون باید فشرده بازی کنه، چون بازی های هفته های آینده هم میاد، پس بنابراین در لیگ که ضرر خواهد کرد. در لیگ قهرمانان آسیا هم همچین استفاده ای نبرد. من آقای وارث میخوام نظر شما رو بدونم، من اعتقاد دارم که اگر تیم بازی بکنه و بازیش عقب نیفته تو فرم بهتری هست تا اینکه مثلا بره 6 روز تو کره بمونه، مثل اینکه شما مثلا وقتی که قبل از اینکه فصل شروع بشه شما کلی استراحت میکنید و تمرین میکنید، پس چرا میگن که 2 هفته اول و 3 هفته اول لیگ بازیکن‌ها و تیم‌ها تو فرم نیستن؟ پس علتی داره. اینجا هم همون حالت حکم میکنه، اینکه ما بخوایم بازی های استقلال یا قبلا سپاهان و پرسپولیس اینا رو عمر عقب بندازیم، حالا فرض کنید ما الان 2 تیم داشتیم، اصلا تمام لیگ به هم میخوره. نظر شما چیه در این مورد؟ من فکر میکنم این تیکه آخری که شما جمله مؤخرترین جمله شما در واقع جواب این ماجراست. فرض کنید که این تیم ها ایران به جایی که فقط استقلال رو داره مثلا 2 تیم دیگه هم داشت، بله، خب این لیگ رو باید تعطیل می‌کردن. بله. بعدم این که حالا من نمیگم الزاماً ما هم باید همین جوری باشیم، بله، اما در جهان حرفه‌ای، در فوتبال حرفه‌ای شما نگاه کنید همین تیم آرسنالی که شما مثال زدید، بله،
من اگه اشتباه نکنم شاید حد اکثر سه تا بازیکن انگلیسی تو تیم ارسنال داره بازی میکنه. درست. دیدم آقای قالیباف دیروز رفته بود دیدن تیم استقلال. اولا اینکه حالا شهردار یه شهری روز قبل از بازی به این مهمی پا میشه میره. اینا بهش پیرن میدن و نمیدونم خوشو بش میکنن. من والا ندیدم جای دنیا یه همچین داستانی رو. اصلا تو اردوی یه تیمی که یه همچین بازی به این مهمی داری کسی رو راه نمیده. نباید بله. این که حرفه‌ای نیست. بعدم ایشون اومده گفته نمیدونم استقلال فردا از کیان ایران. آقا این استقلال یک باشگاهه. بله یه سازمانه. یک سازمانه که ممکنه به جایی که الان فقط یک ساموئل در این تیم داره به عنوان یه بازیکن غیر ایرانی بازی میکنه، ممکنه اون چهار تا دیگه هم باشن. بله. این اصلا ربطی به داستان نداره. حالا توی اروپا و به خصوص توی انگلیس که از این هم بدتره. یعنی شما فکر کن اگر منچستر یونایتد برسه به فینال لیگ قهرمانان، تمام منچستر سیتی و شاید تمام انگلیس دلشون میخواد این ببازه. در صورت که اینطور نیست. وقتی تیم ملی انگلیس میخواد بازی کنه، چون اونجا وقتی میگن داربی، اونجا وقتی میگن نمیدونم رقابت باشگاه، این در همه ابعادشه. نه اینکه ما بیایم و هی تبصره باز کنیم. بله. که حالا استقلال میرود. نه استقلال به نظر من، اولا به نظر من که چه عرض کنم، استقلال نشان داده است که با مربیگری قلعه نوعی و خدمت شما عرض کنم تیمی که جمع جور کرده است، در این چند سال اخیر از همه این تیم‌ها موفق تر بوده. این تردید نیست. و الان هم رسیده به فینال، به نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا. تیم‌های دیگه ایرانی نرسیدن و به نظر من طرفداران استقلال بسیار باید سربلند و سربلند باشن از اینکه به این موقعیت دست پیدا کردن. اما اینی که حالا این نماینده کی هست و نماینده کی نیست و اینا، بازی باشگاهی ما که هر روز نمیتونیم بشینیم بسه اینا حالا بخوریم که آی دوباره ایران باخت یا ایران باخت. یه فوتبال دیگه بازی کردن و در مجموع هم افسی سئول به نظر من تیم بهتری بود. آقای قلعه‌نویی هم اظهار نظرهای خوبی داشت. آقای ایشون فرمودن که عدالت اتفاق نیفتاد. بنده هم در جواب ایشون پاسخ میدم که آقای قلعه‌نویی اشتباه میکنی، به نظر من عین عدالت اتفاق افتاد. تیم بهتر گفته و تیم بهتر نرفت به فینال. دیگه من نمیدونم فوتبال رو چجوری باید نگاه کرد، چجوری باید تفسیر کرد که اگر یه نفر بگه که تیم اف سی سئول بدتر از استقلال بود، من باهاش مخالفت خیلی شدیدی میکنم. نه اینکه استقلال هم تیم بدی بود، ولی کلن اصلا شکل بازی این تیم، نظم و ترتیبش، تاکتیکش، استراتژیش، سرعت بازی، اینا همه رو که مجموعش در نظر بگیریم اینطور نشون میده. من متاسفم برای استقلال و هواداران استقلال. آقای وارث بهتون بگم که هواداران استقلال هم امروز سنگ تمام گذاشتن و در پایان بازی هم تیم استقلال و هم سرمربی این تیم رو تشویق کردن که این کار بسیار قشنگ. من بسیار خوشحال شدم، به خصوص که اینا زیر ذره‌بین AFC هم بودن. دان. و به نظر من نشون دادن که کم کم مقررات رو دارن بهش توجه میکنن و فوتبال رو به عنوان یک ورزشی که باید باعث نشاط و شادی باشد، نه ترقه و نمیدونم زخمی شدن و ناراحتی به وجود آوردن، بهش نگاه کردن. من یه بار دیگه به بچه های استقلال خسته نباشید تبریک میگم برای که به اینجا رسیدن. منتها شما وقتی که بهترین گلزن تیم استقلال یک بازیکن بسیار خوب اما 37-8 ساله هست، خب استقلال به نظر من باید دوباره فکر کنه. بله. دوباره باید بیاندیشه که فرهاد مجیدی امروز واقعا به نظر من با دلاوری 90 دقیقه بازی کرد. بله. فرصت های دست داد بازی البته. سنگین. بله. نه منظورم از این استقامتی که نشون داد. بله. بازی سنگین پر سرعت با این سن، فرهاد شاید مثلا یک نیمه یا حد اکثر 60 دقیقه میتونه خیلی خوب باشه، اما وایساد در خدمت تیمش، زحمت کشید و کار کرد. اشاره کردم به آقای قلعه‌نویی، دو تا نکته کوتاه هست. این پرونده استقلال رو اگه شما مطلبی ندارید ببندیم. یکی این که آقای قلعه‌نویی همه حرفا داله گفتی بی‌عدالتی، اینا نظر مربی محترم ما، بالاخره نظر خودمون رو داریم، ولی کاش نمیگفتی که نباید داور عربستانی میگذاشتن.
این داور به نظر من حتی یک دونه اشتباه نداشت. یعنی عزیز من، بعد میگی اگه این داور تو جام جهانی بره شرکت بکنه حق داورای ما خورده شده. داورای ما کدوم بازی درست حسابی رو این روزا قضاوت بهشون میدن که ما بتونیم محکشون بذاریم؟ خودتونم که آقای دایی و اینا، حالا غیر از مسئله داوری میگین تازه اینا حق حساب بگیرم هستن. آقا اینقدر بند نکنید به کشورهای دیگه. راجع به خودتون صحبت کن، این آقای کلیددار امید و تدبیرم که تازگی ها دیگه همش میگه با همه دوستیم دیگه. نگید. یه عکسی رو میخوام نشون بدم، میخوام نظر شما رو آقای ذهاب عزیز من معمولا یه سورپرایز برای شما دارم، شاید هم دیده باشید عکس رو. باهاتون این عکس روی لپتاپ من میشه نشون بدید. وارتا جام، تصویر رو امکانش از حرکت بدی ببری روی تخته یا نه؟ نه. این چیه آقای وارث؟ ببینید این رختکن تیم استقلال، استقلال در سئول. اینا مجید صالح، اون آقای مجید صالحه که شروع کرده روی تخته داره می نویسه یا الله یا محمد یا علی. بعد در طرف چپ تصویر هم آندرانیک تیموریان که خب از دوستان و هموطنان مسیحی ما هست، ببینید چه نگاهی داره میکنه به این تخته. یه لحظه وارتان جان اگه برگردیم، من یه عکس دیگه هم دارم، بعد میخوام از آقای ذهاب یک سوال رو مطرح بکنم. این حالا عکس تخته نوشته شده است. این در سئوله، میبینید در سمت چپ تصویر با کره‌ای نوشته شده و خدمت شما عرض کنم که اسامی هم نوشته یا الله یا محمد یا علی یا زهرا یا قریب مدینه یا حسین یا زینب یا ابوالفضل یا امام رضا یا مهدی. اولا من یه سوالی دارم از این آقای مجید صالح که آقا تو امامام شما دل بخواهی عمل میکنی؟ بعد یه چند تایی رو جا انداختن، یکی رو مثلا زینب رو خودت میاری، ابوالفضل میاری، بعد امام جعفر صادق رو نمیاری؟ آخه شما که نمیتونی حذف کنی اینجوری، مگه تیم استقلالی که یاراشو عوض میکنی؟ نه. بعدم آقای ذهاب، کدام مربی در عالم در فاصله شاید نیم ساعت یک ساعت مونده به مهمترین بازی فصلش به جای صحبت کردن با بازیکن‌ها، به جای طراحی وای میسه دم تخته سفید و اسم نمیسه؟ من عقلم به جایی نرسید، شما عقلتون میرسه؟ والا بهتره من راجع به این قصیده صحبت نکنم، چون دکوراژه شدم این عکس رو دیدم و دیگه ما انقدر گفتیم راجع به این چیزا که به قول معروف زبونمون مو در آورد. وارد جامعه یکی عکس دوباره نشون بده. این آندرانیک تیموریان من موندم بنده خدا. ایشون بین اسلام و مسیحیت هنوز گرفتاری داره. بعد عزیزم آقای صالح، شما که مترجم انگلیسی هم شده بودی، من منظورم تو نیستی به خدا، دارم کلی میگم. خانم میخوای از بعد از انقلاب رسم شده یه به نام خدایی می‌نویسن، شما وایسادی دونه دونه اینا، یعنی من فکر نمی‌کنم هیچ آدم بیکاری وایسه همچی کاری بکنه. آقای وارز 11 تا اسم نوشته بود؟ نه خیر، امام هم کم کرده. نه کلا من شمردم اسم که 11 تا اسم بود. فکر می‌کنم که به هر بازیکنی یه نفر رو حواله کرده، به هر بازیکنی که الان خدمت شما از پشتیبانش باشه. یعنی من معتقدم بچه‌های مسلمون ما هم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 تا آخی. یعنی با خدا میشه 10 تا، 9 تا از حضرت محمد تا حضرت مهدی. و عزیز من والا بچه مسلمونای ایرانم تا اونجایی که من میشناسمشون دوست ندارن این برنامه رو، این جز تظاهر هیچ چیز نیست. و ضمناً آقای صالح شما قراردادهای سنگین مالی داری، نه به خاطر خوشخط بودنت و اسم اماما رو تو سئول نوشتن و عکسش رو گرفتن و روی فیسبوک هم گذاشتن که یعنی دوستان ما این کارا رو کردیم. شما قراره مربیگری بکنی؟ شما قراره عرض کنم که نه ابزاری با
بده، ابزاری با هر چیزی برخورد کردن بده. آقای قالیباف هم که دیروز ابزاری میگه کیان، کسی که از کیان یک کشوری آقای قالیباف قرار دفاع بکنه که شما اینجوری گفتی، توقع نداره که شما بگی اگه به فینال رسیدین من یکی دونه آپارتمان بهتون میدم. مگه این بازیکنه حرفه‌ای نیستن؟ مگه این بازیکنه حقوق ندارن؟ دیگه آپارتمانت چیه؟ از کیسه کی میبخشی؟ نه فقط برای سرگرم کردنه، اون یه داستان دیگه است. میخوای بفهم؟ عرض کنم که در جواب آقای قلعه‌نویی که اون صحبت‌ها رو کرده بود که عدالت در بازی اتفاق نیفتاد، آقای چو یونگ سو سرمربی تیم اف سی سئول، من فقط یه پاراگراف خیلی کوچیک میخونم، گفته بودن که خوش شانسی دلیل پیروزی ما در برابر استقلال نبود. ایشون گفتن که فکر نمی‌کنم که تنها فاکتور رسیدن ما به این مرحله خوش شانسی بوده باشد. بازیکنان ما همه توانشون رو به کار گرفتن و از قابلیت‌های فنی تیم به خوبی استفاده شد. درست است که شرایط سخت بود، اما همه مجموعه باشگاه ما را حمایت کردن تا به فینال برسیم. همه انرژی بالایی داشتن و به همین دلیل است که ما در این مرحله هستیم. و سلام. نامه تمام. به هر صورت استقلال سال آینده بعد دو مرتبه شانس خودش رو آزمایش کنه. آیه وارث در این دو روز اخیر راوند دوم مسابقات گروهی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد. 16 بازی دیروز و امروز داشتیم و چه بازی هایی. کسانی که دیدن میدونن من چی میگم. البته منم فوق العاده خوشحالم آقای وارث به خاطر درخشش آرسنال یک بار دیگه، ولی اجازه بدید نتایج بازی های دیروز و امروز رو خدمتتون بگم. دیروز در گروه ای اف سی بازل از سوئیس در خانه 1-0 مغلوب تیم شالکه آلمان شد. استوا بخارست رومانی هم در خانه 4-0 مغلوب چلسی شد. حالا آرسنال هم در امارات لندن 2-0 ناپولی ایتالیا رو که خیلی تیم پرقدرتی شده در این دو فصل اخیر شکست داد. بروسیا دورتموند در همین گروه اف 3-0 مارسی رو مغلوب کرد و زنیت سنت پیترزبورگ از روسیه 0-0 با آستریای وین مساوی کرد. اف سی پورتوی پرتغال 2-1 مغلوب اتلتیکو مادرید شد که تیم پرقدرتی شده در این دو سال اخیر. آیاکس آمستردام هم 1-1 با ای سی میلان مساوی کرد در آمستردام و سلتیک در برابر بارسلونایی که مسی رو نداشت 1-0 شکست خورد در خانه خودش. امروز هم بازی‌های جالبی داشتیم. بایر لورکوزن 2-1 رئال سوسییداد از اسپانیا رو شکست داد. شاختار دونتسک با تیم منچستر یونایتد 1-1 مساوی کرد. یوونتوس تورین هم 2-2 در شهر تورین با گالاتاسرای ترکیه که حالا سرمربیش آقای مانچینی، روبرتو مانچینی سرمربی سابق منچستر سیتی است، مساوی کرد. رئال مادرید 4-0 اف سی کوپنهاگن رو شکست داد. اندرلشت بلژیک در خانه 3-0 مغلوب اولمپیاکوس آتن شد. پاریس سن ژرمن که حالا تبدیل شده به یکی از تیم‌های الیت اروپا 3-0 بنفیکا رو مغلوب کرد در پاریس و زسکای موسکو 3-2 ویکتوریا پلژن چک رو شکست داد. و بالاخره منچستر سیتی که امروز در استادیوم الاتحاد شهر منچستر 3-1 مغلوب بایر مونیخ شد. بسیار متاسفم آقای احمدرضا آتش پنجه عزیز که عاشق تیم منچستر، برای شما هم متاسفم که منچستر یونایتد هم در لیگ انگلیس شکست خورده، اینجام که مساوی کرده. برای خودم هم خیلی خوشحالم. خوش به حالت. خوش به حال ما. روزای ماست دیگه الان دیگه. آقای وارث بالاخره ما هم چند سال محرومه. کوتاه. نه امیدوارم بنزی یه فصل حداقل ادامه داشته باشه. شما 25 سال. نه آقا آرسنال وضعش خیلی خوب بود. در لیگ اروپا رو میگی شما؟ همه لیگا. بریم حالا آرسنال ببینیم گلاشو. خب آرسنال ببینیم با تیم ناپولی. خب نگاه میکنیم به بازی آرسنال و ناپولی ایتالیا. از سمت راست یک پاس بسیار عالی و توی دروازه مسعود اوزیل. مسعود اوزیل بازیکن سابق تیم رئال مادرید اولین گلش رو در صحنه اروپایی برای تیم آرسنال میزنه. طرفداران آرسنال عاشق این بازیکن شدن آقای وارث، به خاطر اینکه از اون لحظه اولی که پا به توپ شد برای آرسنال با چندین پاس گل بازی‌های قشنگ واقعا همه رو به خودش مجذوب کرده و اتفاقا قصد و ایمش هم همین بوده که بهتر از زمان مادرید بازی کنه. می‌بینید اینجا چه پاسکاری خیلی قشنگی. رمزی که یه بازیکن خیلی خوب شده در این فصل و شوت عالی مسعود اوزیل. یکی از چیزهای مهم توی این تغییر و تحولات و باشگاه عوض کردن های بازیکنان خوب
اینه که بازیکنی قطعا توی یه تیم خوب بوده که میارن، اینم که پروفسور فوتبال واقعا میارنش، اما اینی که تو تیم جدیدش جا بیفته و خوب بازی بکنه قصه دیگه است. این به خود بازیکن مربوط میشه. بله، مثلا شما نگاه کنید ون پرسی که از آرسنال اومد دن. حتی بهتر از آرسنالش تو منچستر یونایتد بازی کرد، ولی الان مثلا گرث بیل که رفته رئال هنوز خبری نیست دن. با اینکه گرونترین نقل و انتقال رو به خودش اختصاص داده. اینم گل دوم آرسنال بود که آلیور ژیرو زد، بازیکن فرانسوی. من یادم میاد رونی هم که از اورتون رفت منچستر یونایتد همین حالت داشت، بلافاصله جا افتاد. در صورتی که تو اورتون آنچنان بازیکن خوبی بود. آقای مویزی که بند. تیم منچستر یونایتد داره بیچاره میکنه بند. این حال نمیداد دیگه به آقای. نه من یه سوال دارم، رونی زمانی که اورتون بود همین مویز مربیش بود یا کسی دیگه بود؟ مویز بود و سال آخرش مثل که ها سال آخر. نه دو سال آخرش و اختلاف داشت و جالبه که توی منچستر توی اورتون روی نیمکت میشست ولی بلا فاصله که اومد منچستر یونایتد فیکس بازی کرد. این آقای مویز سابقه داره. امروز البته این مساویی که من یونایتد کرده با شاختار دونسک، این اولین باری که یه تیم انگلیسی از این تیم امتیاز میگیره. بله. یعنی شما زیادم چی نکنید. شاختار تیم قویه. نه نه، آرسنال رفته بود اونجا باخته بود، بله چلسی بله. رفته بود اونجا باخته بود و یه گلم جلو بوده منچستر یونایتد. منتها بله. من 20 دقیقه آخر بازی رو نگاه کردم، فکر کنم خیلی دیوید مویز شانس آورد که تونست 1-1 بیاد بیرون از این. آقای وارث راجع به بازی خیلی مهم صحبت کنیم، مهم از نظر تغییر و تحولاتی که در این دو تیم ایجاد شده، منچستر سیتی و بایر مونیخ. خب بایر مونیخ که مدافع عنوان قهرمانی باشگاه های اروپا است، یوفا چمپیونز لیگ هست، و منچستر سیتی که مربی خودش منچینی رو داده به گالاتاسرای، البته اخراجش کرد، و حالا پلگرینی که قبلا در میلان بود مثل اینکه حالا اومده در منچستر سیتی بله. داره وظیفه‌اش انجام میده. به نظر میرسه که گواردیولا کاملا در تیم بایر مونیخ جا افتاده و بازیکنان این تیم سیستم او رو پذیرفتن. نشانه های چیزهایی از بارسلونا در تیم بایر مونیخ من امروز دیدم، یعنی وقتی که میخوان فرض کنید یه مقداری بازی رو آروم کنن یا تجدید قوا بکنن، درست به شیوه بارسلونا. من امروز شمردم که در یک صحنه 53 پاس پشت سر هم به هم دادن. سرسام آوره. یعنی واقعا بازیکنهای منچستر سیتی کلافه شده بودن، دیگه هی فول میکردن. و خب اگه اون اضافه کنیم به قدرت و ضربت تیم آلمانی بایر مونیخ، چه خواهد شد بایر مونیخ من نمیدونم. تمام میگفتن دیگه، یعنی اگر این نمک فلفل آقای پپ به درستی به این غذای مطبوع بایر مونیخ قهرمان اروپای پارسال اضافه بشود، فکر نمی کنم حالا کسی بتواند این تیم را به زیر بکشد. آقای وارسی، من نتیجه مهمم نتیجه یوونتوس با تیم گالاتاسرای ترکیه که گالاتاسرای جلو بود، در نهایت 2-2 مساوی شدن و اینا با اولین بازیشون رو با مربی جدید انجام دادن. میدونید که 6-1 وقتی از رئال خورد گالاتاسرای هفته پیش، بلافاصله آقای فتح تریم رو برکنار کردن و روبرتو منچینی اومد و این خوشبختی یک مربی رو میرسونه چقدر سریع میتونه به یک نتیجه خیلی با ارزش هم دست پیدا کنه. در تورین هم این بازی انجام شد، خیلی مهمه در تورین ایتالیا. خب آقا یه سری کوتاهی هم به لیگ برتر خودمون بزنیم، نتایج هفته 11 هم موافقید رو... که ضمن این که لیگ برترمون میریم، اولا یه اشاره داشته باشیم به آسیب دیدن منوچهر زندی. منوچهر زندی که خوبه حالش، فریدون زندی بله، متاسفانه در بازی الاهلی قطر با یک تیم قطری دیگه خیلی صحنه دلخراشی است. بازن جان اون یکی ویدیو، البته ترتیبمون قرار بود این باشه، من با توجه به وقت فکر کردم که بهتر است فریدون زندی رو نشون بدیم. دوستانی که خب این فرصتیه برای دوستانی که دلشو ندارن نبینن این ویدیو رو، چون پاش شکست و به طرز خیلی دلخراشی هم شکست. ابلالی يحاول بكره ارضيه فرصه الان ممكن الان فريدون ولكن تدخل والكره تتخلص عادت مرتده خطيره هذه لو مرت عادت مره اخرى لا تزال هنا الخطا موجود. وقوع للاعب الاهلي وايقاف اللعب باعتبار اطمئنان على اصابه لاعب الاهلي
چهره بازیکن‌ها و حرکت بازیکن‌ها و داور و اینا متفاوت. نگاه کنید تیم مقابل چطور رفتار می‌کنه. اصلاً کسی دلش رو نداره ببینه و این فریدون زندیه که روی زمین افتاده و ببینید چهره بازیکنان رو چقدر غمگین و متعجب و بهت زده هستن. نگاه کنید. به هر حال ماجرا به این شکل از پای ایشون از ناحیه استخوان پا ناحیه استخوان سا... چی میگم بهش بالای قوزک پا شکست و تخمین میزنن که حدود 9 ماه از فوتبال دور باشه. عمل جراحی هم روز بعد انجام شد، یعنی شنبه این اتفاق افتاد و یک شنبه این صحنه رو عرض کنم که یک شنبه هم عمل جراحی روش انجام شد که گفتن با موفقیت تو هم بوده. اتفاقا مشتبه جباری بلافاصله جانشین ایشون شد که با سپاهان اختلاف داشته، از فوتبال به قول خودش کنار گرفته و رفته سراغ رستورانش. بلافاصله خواستنش و ایشون رفت به قطر و اتفاقا عکسی هم داریم. رستوران داره آقای جباری؟ بله، رستوران های زنجیره‌ای داره، رستوران های بزرگی داره و مجبور شد رستورانش رو ول کنه بره دنبال پول. تو تهران این رستوران رو شما اطلاع داری؟ تهرانه، بله تهرانه. با استقلالی ها که دیگه نمیرن اونجا. به همین خاطر شاید سپاهانی به همین خاطر شاید سپاهانی ها از با سپاهان در افتاد که بیاد بیرون از سپاهان، برای که رفته قطر دورتر هم رفته. ولی برصورت ایشون هم در کنار تخت میلان ماچالار هم که میبینید ایشون هم رفته در کنار تخت آقای فریدون زنده. یه عکسی هم هست، نمیدونم داریم یا نداریم. برصورت برای فریدون زنده آرزوی سلامتی میکنیم. واقعا بازیکن با شخصیتیه، بازیکن خوبی هم بوده برای تیم ملی و همچنین باشگاه استقلال و امیدواریم هر چی زودتر بهبودی کامل خودش به دست بیاره. خیلی با روحیه است آقای وارث و گفته که 100% به فوتبال برمیگردم. گفته اگه سیسی یادمون هست گبریل سیسی دو بار باشون، بله، و اینا اگر تونستن به فوتبال برگردن چرا من نتونم. یه بعضی روزا آقای امروز یکی از اون روزاست، این فوتبالایی که بود به خصوص بازی استقلال عجیب آدم میبره تو حال و هوای استادیوم و خدمت شما عرض کنم حالا هوای زیادی داره دیگه. ما بدجوری امروز هوایی شدیم، مثلا احساس میکنم برنامه برام یه جور دیگه است. یعنی همش فکر میکنم کاش این استقلال برده بود مثلا خوب بود، ما میتونستیم داشته باشیمش، بازی‌های آینده‌ای داشته باشه. یعنی منظورم اینه که این فوتبال بالاخره به سن و سالم ربطی نداره، آدمو می‌گیره. اما خواهش من از جوون همیشه این بوده که مسائل اصلی رو فراموش نکنن. آقای زاهد موافقی ما ببینیم مثلا تو این ساعت ما مشتری داریم؟ قول دادیم نتایج شما تلفن‌ها رو بگیری. آقای بارتان تلفن‌ها رو اگر بگذارید آقای زاهدم من نتایج رو بگم. بله. نتایج هفته 11 لیگ برتر ایران، پرسپولیس 1-0 فجر سپاسی رو شکست داد. به این پیروزی نیاز داشت تیم پرسپولیس بعد از اون شکست جنجالی در برابر سپاهان اصفهان. استقلال خوزستان 1-0 سبای قم رو زد. ملوان در انزلی 2-1 مغلوب تیم فولاد خوزستان شد که همچنان صدرنشین باقی مون فولاد. اگه عوض کنیم. بله. مس کرمان 2-1 از گسترش فولاد تبریز شکست خورد. گسترش فولاد تیم بسیار مقتدر و خوبی داره. سایپا و استقلال بازیشون به تعویق افتاد. تراکتورسازی 1-0 نفت تهران رو برد و ذوب‌آهن هم 1-0 مغلوب تیم سپاهان شد در داربی اصفهان. در حال حاضر فولاد با عرض کنم که 25 امتیاز در صدر لیگ هست. سپاهان 21 امتیاز دوم، پرسپولیس با 20 امتیاز سوم و استقلال در رده هفتم است با 15 امتیاز. اما دو بازی عقب مونده داره، فردا هم تبدیل میشه به 3 بازی عقب مونده. برنامه بازی‌های فردا رو من خدمتتون بگم که فردا ما 1 و 2 و 3 بازی داریم. فجر سپاسی با ذوب‌آهن، فولاد با نفت بازی خوبی خواهد شد و راه آهن با تراکتورسازی تبریز در اکباتان تهران. تلفنی آمد یا نیامد؟ نخیر. شما... من یک اشاره بکنم. من مقصد این تلفن رو گفتم بذاریم چون دیدم که چه برنامه داروش چه برنامه گزارشگر وقتی ما تلفن میذاشتیم واقعا به هزارم ثانیه نمیکشید همه خطا پر. بله. الان برنامه که داره لایف پخش میشه در ایران ساعت 5 صبح. بله. در لندن یعنی در اروپا ساعت 3 صبح. بین 2 تا 3 صبح. نه. در اروپا استرالیا
ساعت حدود 11 صبح روز کاری. نه. تصدیق بفرمایید آقای دوستان، واقعا جای خوشحالی نداره دیگه. آقای وارث، من یه خاطره خدمتون بگم. On the eve of جام جهانی 2006 آلمان، درست شب قبل از بازی اول جام جهانی 2006 آلمان، بنده از یک تلویزیون به تلویزیون دیگری منتقل شدم، اسم نمیارم. باور بفرمایید همون شب اول که نشسته بودم، چون ساعتش مناسب بود، چراغ تلفن‌ها خاموش نمی‌شد. بله، یعنی پیدا می‌کنن مردم سری، ولی زمان درستی نیست. نه، شما الان هیچ جایی شرایط این که این برنامه رو ببینه نداره. من واقعا چیز اضافه‌ای نمی‌خوام بگم، فقط داریشان اگر شما مطلبی دارید که چرا این بهداد سلیمی رو براتون بگم که بل. اختلافاتی داشت با کوروش باقری، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران، و خب کوروش باقری براشون اتفاق افتاد، اتفاقی که هفته پیش راجبش صحبت کردیم که ایشون ناراحتی قلبی پیدا کرد و من گفتم 40 ثانیه قلبش از کار افتاد و احمدرضا عزیزم به من تذکر داد که 40 دقیقه قلبش از کار افتاده بود و به هر صورت خدا رو شکر که به ما برگشت و اینها. به هر حال آقای بهداد سلیمی به عنوان یه پهلوان تصویرشون هم داریم، بله، تمام این اختلافات رو کنار میگذاره و میره به عیادت کوروش باقری. در اونجا چند تن از مربیان و وزنه‌برداران دیگر هم بودن. آقای به نام آقای سعید محمدپور که وزنه‌بردار المپیکی ما بوده، به همراه بهداد سلیمی بوده. بهداد جان، فیلمو میتونیم پلی کنیم بی زحمت. بله. یکی از مربیان خرم‌آبادی جلوی بهداد سلیمی رو گرفته و گفته تا دیروز علی کوروش باقری مصاحبه می‌کردی و الان رفیق شده. پس از آن به او حمله ور شده که بهداد سلیمی با منش پهلوانی خود هیچ برخوردی با اون نکرده، با سیلی زده تو گوش این پهلوان. با صدای اصلی گوش کنید. اون وسط اومد بی هوا زد توی صورت بهداد که چرا تو که با کوروش باقری مشکل داری اومدی عیادتش؟ بهداد فقط یه نگاهی بهش انداخت و هیچی نگفت و این آقا با دوستش از بیمارستان زد بیرون. یه حواشی باز هم اینجا برات به وجود اومد، ولی به درست همین بازم واسطات برو خودش نه. نه اشکال نه. نمیخوای صحبت کنی؟ نه. با چه متانتی، با چه حجب و حیایی، نه چیزی نیست، مهم قهرمان المپیک دیگه. قهرمان المپیک خیلی مقامش بالاست. بله، و اینطور تعبیرش میگه، یعنی المپیک چمپیون، همه جای دنیا قهرمان المپیک و محترمه. بله. تو ولایت ماست که سه تا قهرمان المپیک ما رو از کشتی فرنگی اصلا فراموششون کردن. بله. آقای وارث، فردا شب راجع دو مطلب که جا مونده امشب می‌خوام صحبت کنیم. یکی آبروریزی که تیم ابو مسلم به وجود آورده در مکاتبه با AFC. بله. به زبان انگلیسی یه نامه فرستادن که باید این رو بخونیم برای دوستان. یکی دیگه هم کوچه، تقریبا میتونیم بگیم گروهی جودوکاران ما به لبنان و گرفتن تابعیت لبنان، و اونا رو هم اسامیشون رو میگیم و صحبت. البته لبنان دیگه وطنه دیگه ها. لبنان جز خارج از ایران حساب نمیشه. والا امیدوار هستم که شاد باشید، موفق باشید، دعا کنید، یعنی دعا که نه، تلفن کنید وقت ما رو بهتر بکنن. حیفه زحمتی که به هر حال شما هم ما میکشیم، اتاق فرمان میکشه و اینا، دلمون میخواد که بیشتر مورد توجه. البته برنامه رو من سعی میکنم حداقل برای دوستانی که در ایران و اروپا فرصت نمیکنن ببینن، بلافاصله بعد از پایان برنامه تا مثلا نیم ساعت بعد از پایان برنامه روی سایت گزارشگران بگذاری. فعلا که سایت هنوز راه نیفتاده، رو فیسبوکه. بله. گزارشگران رو به دوستان بگید که روی فیسبوک پیج من هست، روی فیسبوک پیج آقای وارث هست، روی فیسبوک پیج گزارشگران هم هست. برقرار و پایدار باشید دوستان. خدا نگهدار.